یکی از چیزهای خیلی منفی که من و تو میتونیم بشی در هر حوزه ای دوچار بشیم، اینی که فقط به حوزه اخلاق هم رب نداریم، در هر حوزه ای توهم کماله. تنها مانع کامل شدن توهم کماله، یعنی تنها مانع این که من انسان کامل تری بشم اینه که توهم دارم که کامل هستم. همین الان باید میکنیم، اگه توهم کمال داشته باشیم این بزرگترین مانع کمالیابی ماست. خود این که آدم توهم کمال نداشته باشه و توهم این که من در این حوزه، حتی در این حوزه علمی، در این حوزه فنی، در این حوزه هنری، اگر توهم کمال پیدا کردی یعنی که افتادی در سرازیری انحطاط. تا وقتی که معتقدی من میتونم تو علم خودم هم جلوتر برم و باید برم، یا تو فن خودم میتونم جلوتر برم و باید برم، تو هنر خودم میتونم جلوتر برم و باید برم، تا وقتی اینطوره تو رو به استکمالی. اما به محض اینکه احساس کردی که دیگه من جلوتر از این نباید برم، نت میکنی، اون وقت تو دیگه رو به کمال نخواهی رفت. توهم کمال بزرگترین مذاهب کماله، بزرگترین مانع کماله. علتی بدترز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زود علاد. علت بیماری دیگه، در ادبیات قدیم علت بیماری، بیماری بدتر این نیست که تو گمان بکنی من کاملم، فکر بکنی من دیگه نیاز به پیشرفته بیشتر ندارم. شما حتما با اساتیدی برخورد کردید تو دانشگاه که روز اول که استخدام شدن مثلا 28 سال پیش یه جزوه تهیه کردن و این 28 سال این جزوه رو دائم اول ترم تکثیر میکنن و میدن به دانشجوشون و فرضشون برای اینه که خب دیگه آدم 28 سال بعدی که دیگه نباید کار میکنه، تا که دکتراشو گرفت دیگه فارغ التحصیل شده، دیگه از تحصیل فراغت پیدا کرده. اولا تحصیل رو یه چیز خیلی شاقی تلقی میکنن، بعد فراغت از این تحصیل شخص پیدا کرده، دیگه آدم وقتی که به پشت بام رسید که به نردبان احتیاج نداره، اون وقت اینو تکرارش میکنن. خب من فکر میکنم این تو هر حوزه ای از زندگی میتونه واقعا پیش بیاد، فقط هم در حوزه علمی نیست. و اصلا فکر نمیکنه که بشر تو این 28 سال اخیر که به خاطر رضای من وای نایستده تو این حوزه، حتما تو این حوزه فعالیت های جدیدی هم صورت گرفته، یه دستاورد های جدیدی، یه رهاورد های جدیدی حتما وجود داره، ولی خب همون جزوه همچنان هست دیگه. خب تو همه حوزه ها میتونه این وجود داشته باشه. و من غلام آن که او در هر رباط خیش را واصل نداند بر سمات. میگه من غلام کسی هم که به هر کاروانسرایی هم که رسید بگه اینجا مقصد من نبود، من باید فوری از اینجا راه بیفتم برم به طرف، عرض بکنم که رباط دیگر، به طرف کاروانسرای دیگر. من غلامه، توجه میکنید، غلام اینم. خب این در هر، البته برای مولانا مهمترین در این حوزه همون حوزه اخلاقه، همون حوزه معنویتی که، اما در هر حوزه دیگری هم این وجود داره که توهم کمال در واقع نمیگذاره که ما کامل بشیم. و متاسفانه توهم کمال هم در جامعه هایی که دو تا ویژگی داشته باشن زودتر به آدم دست میده. واقعا واقعا این هست. یکی در جامعه هایی که نقد وجود نداره، نقد عالمانه وجود نداره، نقد منصفانه، نقد عمیق وجود نداره، شما زود دستخوش اندیشه کمال میشید. حالا چه میکنید؟ جامعه ای نیست که شما رأیتون رو کسی به نقد بگذاره، همکارانتون به لحاظهایی شما رو نقد نمیکنن، دانشجویانتون هم به لحاظهای دیگری شما رو نقد نمیکنن، خوانندگان آثارتون هم به لحاظهای دیگری شما رو نقد نمیکنن، همکارانتون هم همینطور، دوستانتون هم همینطور، خویشاوندانتون هم همینطور. و شما واقعا تصور نادرست از خودتون پیدا میکنید. نیست نقدی کسی به زبان نمیاره و همه گویا دارن شما را ناز و نوازش میکنن و نمیگن که این رأی تو یا این
قول تو یا این فعل تو نقطه ضعفی داشت، خب آدم بیشتر انگیزه کمال رو از دست میده. این یکی. و یکی از جامعه هایی که ظریف اندیشی درشون و باریک بینی و تیز بینی و ژرف اندیشی درشون کمه. توجه میکنید؟ ببینید، اگر من یه آدمی باشم که اصلا تو کار مبلمان هیچ آگاهی نداشته باشم، اون کسی که بر من مبل درست میکنه خیلی وقتا بهترین مبلی که میتونه درست بکنه رو درست نمیکنه. میدونی چرا؟ چون میگه برای اون که اصلا فرق نمیکنه، که اصلا نمیفهمه که من این مبل با اون مبل چقدر فرق میکنه. توجه میکنی؟ چون من نمیفهمم، متوجه ظرائف و لطائف مبل نیستم، اون مبل سازم کم کم دیگه اون ظرائف و لطائف رو میذاره تو کار مبسازش کنار، چون میبینه که این مشتری اصلا نمیفهمه چقدر این مب با اون مب فرق میکنه. توجه میکنید؟ خب حالا اگه من تنها مشتری این مبساز نباشم، همه مشتریانش اینقدر نافهم باشن، خب اون کم کم دیگه اصلا به طرف کمال نمیره. توجه میکنید؟ چون کمال محسوس و مشهود آدم دوست داره به لحاظ روانی محسوس و مشهود دیگران قرار بگیره. چون ممکنه بگید نباید آدم این محسوس و مشهود بودن رو بخواد و میشم با شما موافق بود، اما بالاخره اکثر ما اینجوریم، ما این محسوس و مشهود بودن رو میخواییم. حالا اگر شما در واقع با مشتریانی سر و کار داشته باشید، با ارباب رجوعی سر و کار داشته باشید که ظرافت‌های کار شما رو اصلا نمی‌فهمن و بلکه کار کمتر ظریف رو ترجیح بدن بر کار ظریف، شما کم کم ظریف کار رو می‌ذارید کنار. می‌ذارید کنار. شما فرض کنید که مثلا، مثال می‌زنم، ما در جامعه‌ای باشیم که حافظ شعرش رو، ما تفاوت شعر حافظ رو با یک شعر یک شاعر دیگه نفهم. حالا اسمایی هر شاعری ببرم درست نیست. توجه میکنید؟ شما تفاوت شعر حافظ اگه با شعر من نفهمید، خب حافظا کم کم از بین میرن. توجه میکنید؟ چرا؟ چون بالاخره حافظ یک مقدار که میره به طرف کمال طلبی هم به دلیل اینه که میبینه دیگران میفهمن من دارم به چه اوجی میرم و اون فلانی چه شعری داره میگه. ولی وقتی ببینید تمام مخاطبانش اصلا نمیفهمن ظرائف و لطائف شعری رو، بلاغت بلد نیستن، فصاحت بلد نیستن، اصلا معانی و بیان و بدیع و عروض و قافیه هیچ بلد نیستن، خب کم کم شخص انگیزش رو از دست میده، میگه هر شعر بگی مشتری داره. و انگیزه کمال رو از دست میده. و متاسفانه اینو به این جهت تاکید کردن که تو جامعه الان ما هر دو این ویژگی ها وجود داره. هم نقد کسی رو نمی کنه و هم اون ظریف اندیشی ها و باریک اندیشی ها اینا وجود نداره.